سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگه هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس، جادوگر و ستاره بیچون و چرای فوتبال ایران، به خاطر اینکه همیشه بدور از حاشیه برخلاف دوران ورزشیش در مستطیل سبز با حرکات تکنیکیش دل هر بیننده ای رو می برد، حالا هم با استوری ها و متنایی که در اینستاگرام و فضای مجازی منتشر میکنه دل مردم کشورش رو باز هم غرق شادی میکنه. بازیکن مردمی و همیشه دلسوز مردم که برای مبارزه با فساد جنگید و همیشه از حق‌خواهی مردم سخن گفت. او حالا به مردی پرحاشیه در عرصه سیاست تبدیل شده که با اظهارات تندش منتقد جدی برای دولت شده، تا جایی که کار به تصرف اموال او در ایران هم کشیده. حمایت مردم از علی کریمی همچنان در فضای مجازی به اوج خودش رسیده و او هم همچنان حمایت میلیون ها طرفدار و البته قشر بزرگ هنرمندان ایران رو هم در کنارش میبینه. علی کریمی نامی بزرگه که این روزها بیشتر از حضور در مستطیل سبز میشنویم. نامی که نه به اندازه ی حرکت‌های تکنیکیش بلکه بیشتر از تمام افتخاراتش در کشور درخشید و با کارهای خیرش که البته هیچ وقت در بوق و کرنا نکرد اسمش رو بین مردم جاودانه کرد. اسمی که این روزها در ورزشگاه‌ها شنیده میشه به خاطر دلسوزیش در کنار مردم بودن و کمک رسانی‌های بی‌دریغش و البته رکگویی‌ها و دلسوزی از حق مردم همیشه در یادها میمونه و همیشه پیراهنش در اتاق قلب مردم آویزان میشه. اسطوره‌ای در عرصه فوتبال و قلب میلیون‌ها هوادارانش همیشه به دفاع از حق مردم بلند شد و با استوری‌ها و متن‌هایی که می‌نوشت داغ مسئولین رو تازه و دل هوادارانش رو می‌برد. کاری که او می‌کرد باعث جنجال کسانی که چشم دیدنش رو نداشتن می‌شد. او می‌درخشید و ستاره بودنش رو حفظ می‌کرد و مدیران غیر فوتبالی به دنبال گرفتن عکس یادگاری با او. حالا او درگیر اتفاقی شده که نه تکذیب کرده و نه تایید. اتفاقی که خبرش تلخ بود و مثل بمب صدا کرد. گویا تاب ماندن و دیدن بیقانونی و مبارزه با فساد عظیم در کشور و فوتبال رو نداشت و برای همیشه از ایران رفت. او مانند فردوسی پور، مزدک میرزایی و امثال اونها که دغدغه عدالت خواهی و مبارزه با غیر فوتبالی ها رو داشتند کنار گذاشته شد و رفت. محمد علی کریمی پاشاکی که با نام علی کریمی شناخته میشه، زاده 17 آبان 1357 بازیکن فوتبال بازنشسته ایرانی بود. کریمی در دوران فوتبال حرفه‌ای 18 ساله خودش از سال 1375 تا 1393 سابقه بازی در لیگ‌های ایران، امارات، قطر و آلمان رو داشت. علی کریمی که به عنوان یک بازیساز و دریبل زن شناخته میشد، با لقب جادوگر و مارادونای آسیا از اون یاد میشد. در سال 2018 با کسب 91% آرای کاربران سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین هافبک تاریخ جام ملت‌های آسیا شناخته شد. کریمی فوتبال حرفه‌ای خودش رو از سال 1375 با تیم فتح در لیگ دست دوم فوتبال ایران آغاز کرد و بعد از 2 سال به پرسپولیس پیوست، جایی که در 3 فصل بازی موفق به 2 بار قهرمانی در لیگ و 1 بار قهرمانی در جام حذفی شد و همزمان با تیم ملی در بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک مدال طلا رو هم به گردن آویخت. از بهمن 77 به دلیل هل دادن داور در بازی تیم امید به مدت 1 سال از حضور در تمام مسابقات باشگاهی و ملی محروم شد و بعد از پایان این مدت دوباره به فوتبال بازگشت و در جام ملت‌های آسیا سال 2000 نیز حاضر شد. در سال 1380 به الاهلی دبی منتقل شد که در فصل 2002-2003 به عنوان بهترین بازیکن خارجی لیگ برتر فوتبال امارات انتخاب شد. در فصل بعدش آقای گل لیگ برتر فوتبال امارات و مرد سال فوتبال امارات رو هم کسب کرد. با تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیای 2004 مقام 3 رو کسب کرد و همزمان به عنوان آقای گلی این مسابقات دست یافت.
در سال 2005 وی به باشگاه بایرن مونیخ در بوندسلیگای آلمان پیوست و در 2 سال حضورش در این باشگاه ضمن انجام 42 بازی رسمی قهرمانی جام حذفی و بوندسلیگا رو هر کدام یک بار تجربه کرد. و همچنین در جام جهانی 2006 با ایران حاضر بود و در جام ملت‌های آسیای 2007 نیز بازی کرد. بعد از اون به قطر در لیگ ستارگان قطر رفت و بعد از 1 سال دوباره به پرسپولیس بازگشت. کریمی بازی در ایران رو با 1.5 فصل حضور در استیلازین ادامه داد و در نیم فصل دوم عضو شالکه 04 در بوندسلیگا شد. او دوباره به پرسپولیس بازگشت تا 3 دوره حضور خودش رو با این باشگاه تجربه کنه. بعد از 2 فصل بازی علی کریمی به باشگاه فوتبال تراکتور پیوست و آخرین فصل دوران بازیگری خودش رو با قهرمانی در جام حذفی پایان داد. در سال 93 با دستیاری کارلوس کیروش در تیم ملی ایران پا به عرصه مربیگری گذاشت. و همچنین برای مدتی هدایت تیم سپیدرود رو هم بر عهده داشت. فرزند 4 خانواده اصالتاً لاهیجانی بود. پدرش ولی‌الله کریمی در جوانی در استان گیلان بازیکن فوتبال بود و مادرش خونه داره. در سال 1378 با سحر داوری ازدواج کرد و 2 فرزند پسر به نامهای هاوش و هرسا و 1 فرزند دختر به نام هیما داره. او به جز فوتبال به والیبال ساحلی هم علاقه داره و اوقات فراغت خودش رو با سفر به شمال میگذرونه. کریمی دوستدار بازی دیگو مارادونا و طرفدار تیم ملی آرژانتین بود. اما خبر ورزشی اولین رسانه‌ای بود که نوشت علی کریمی برای همیشه از ایران رفت و به کشور امارات مهاجرت کرد. بعد از انتشار این خبر جادوگر محبوب فوتبال ایران نه اون رو تایید کرد و نه تکذیب. اما اخبار تکمیلی حکایت از اون داشت که علی کریمی به تازگی ویزای دائمی اقامت در کشور امارات رو دریافت کرده و بر همین اساس به همراه خانواده برای همیشه به دبی کوچ کرده. حالا جادوگر دوست داشتنی فوتبال ایران با انتشار فیلمی از فراز آسمان خبر ورزشی رو تایید کرد. او در این فیلم از آهنگ علامت سوال شادمهر عقیلی خواننده موسیقی پاپ ایران استفاده کرده. گفتنیه که این آهنگ در آلبوم پر پرواز آخرین اجرای شادمهر در ایران بوده و بعد از اون خواننده مطرح و پرطرفدار موسیقی ایران برای همیشه کشورمون رو ترک کرد. یکی از مهمترین حواشی ایجاد شده اظهارات و خارج از ادب یک روحانی در یک از مراسم ماه محرم بود که واکنش‌های شدیدی از سوی شخص علی کریمی و برخی دیگر از حامیان به وی به همراه داشت. علی کریمی ابتدا در پستی به صورت غیر مستقیم و سپس مستقیماً به روحانی معترض پاسخ داد. اما ظاهراً این جنجال پایان نداشت. علی کریمی بار دیگه پستی در صفحه شخصی خودش منتشر کرد و با نقل داستانی روحانی مذکور رو مورد اهانت قرار میده. هواداران علی کریمی نیز به حمایت خودش از وی ادامه میدهند. علی کریمی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در تازه ترین واکنش با انتشار یک استوری از مردم ایران و طرفدارانش بابت حمایت‌های چند روز اخیر تشکر کرد و نوشت از حمایت همه کسانی که من رو تنها نذاشتن تشکر میکنم. با حمایت شما انگیزه گرفتم و شدم علی کریمی که در کنار مردم باشم. به امید روزی که ایران و ایرانی در آرامش در کنار هم زندگی کنند. چندی قبل علی کریمی اسطوره فوتبال ایران با گذاشتن یک استوری در ایام محرم عنوان کرد کاش به جای صرف میلیاردها تومان برای دادن نذری این پولها صرف درمان بیمارانی بشه که مشکلات مالی دارند و از پس مخارج درمان بر نمیان. بعد از گذشت چند روز در اقدامی عجیب بیلبوردهای تبلیغاتی جادوگر در تهران جمع‌آوری شد تا خیلی‌ها این موضوع رو به گذاشتن استوری کریمی ربط بدن. علی کریمی اما مدتی بود که در ایران حضور نداشت و برای انجام کارهای شخصی راهی دبی شده بود. موضوعی که هر چند وقت اتفاق می‌افته و جادوگر که چند سالی در امارات فوتبال بازی کرده به این کشور سفر می‌کنه. با این حال نزدیکان کریمی مدعی بودند این سفر با سفرهای قبلی کاملا متفاوته و ممکنه یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران دیگه به کشور بر نگرده. از مدت‌ها قبل بحث مهاجرت کریمی در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شد ولی خود کریمی اون رو تکذیب می‌کرد. با این حال طبق شنیده‌ها این احتمال وجود داره که علی کریمی این بار واقعاً مهاجرت کرده و دیگه شاهد حضور جادوگر در فوتبال ایران نباشیم.
یکی از نزدیکان کریمی که ارتباط خوبی هم با علی کریمی داره، مدعی شده کریمی به احتمال زیاد به یک کشور اروپایی مهاجرت خواهد کرد و ممکنه هر چند وقت برای انجام کارهای شخصی به تهران بیاد. در واقع جادوگر که در دوران فوتبالش هم استاد گرفتن تصمیمات ناگهانی و غافلگیر کننده بود، به سیم آخر زده و شاید تصمیم بگیره برای همیشه ایران رو ترک کنه. علی کریمی با انتشار استوری در صفحه شخصی خودش از هوادارانش خداحافظی کرده بود، اما این استوری رو خیلی سریع پاک کرد. در خصوص مهاجرت شماره 8 معروف فوتبال ایران شنیده میشه وی به تازگی ویزای دائمی اقامت در کشور امارات رو دریافت کرده. بر اساس آخرین اخبار بازیکن سابق بایر مونیخ و پرسپولیس هم اکنون در دبی به سر میبره. یک خبرگزاری داخلی مدعی شده بود پرسپولیس با علی کریمی برای قبول هدایت سرخاب وارد مذاکره میلیاردی شده بود. چندی پیش هم مذاکراتی پنهانی و غیر مستقیم با علی کریمی داشتند تا از این چهره محبوب برای ادامه فصل در تیم پرسپولیس استفاده کنند. با آرزوی سلامتی برای علی کریمی، اسطوره تمام نشدنی فوتبال ایران. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.